با سلام خدمت بینندگان عزیز، ما اینجا اومدیم که یک گپ خودمونی و داغ داشته باشیم با آقای اسم چی بود؟ سب کن قاطر حداد عادل، حداد عادل. خب اول بگید اوضاع احوال خودتون چطوره؟ بگذاریم بریم سر اصل مطلب. میگن شما از بیماری خود بزرگ بینی محدب رنج میبرید ها؟ من اصل این موضوع رو به این صورتی که عنوان میشه قبول ندارم. بیشتر این موضوع از ناحیه رقبای سیاسی ما. گفتید رقبای سیاسی، همونایی که آقای احمدی نژاد بهشون بزغاله میگه. راستی گفتم بزغاله، یاد یه خبر علمی افتادم. میگن جهاد دانشگاهی مغز یک بزغاله رو به یک انتر پیوند زده و جابجا کرده. اگه این کار تو سیاست کنیم چی میشه؟ وقتی من میشم آقای احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد میشه من. خب میگن ریزش از توی سپاه شروع شده اومده توی دولت، الان رسیده به مجلس. این قضیه صحت نداره، بارها هم گفتم. شنیدم تو مجالس خصوصی این اتفاق دو بار یا سه بار بیشتر در طول این 3 سال نیم نیفتاده. حالا چه سبکی میخونی؟ 6 در 4 حضورت 6 و 8 هم برگردیم سر احمدی نژاد. میگن ایشون گفته سوار یک قطار بی ترمز و دنده شده. اگر شما خود شما شاید شوفر این قطار بودید، چه درخواستی ازش میکردید؟ من خواهش میکنم که خاموش بکنه، با زبون خوش، با دوستی، با محبت. خوبه خوبه، حالا اومدیم و گوش نکرد و گازش زیاد کرد، حاضری بخوابانی تو گوشش؟ سوال سخته میکنید. اشکالی نداره، اصلا ولش کن. روک و راست بگو این بابا چرا اینقدر. من اتفاقا تحسین میکنم این زبان آقای احمدی نژاد رو. منو باش از کی سوال میکنم. خب بالاخره این احمدی نژاد ایشون کی میخوان آدم بشن؟ درخت گردوه، ممکنه 30 سال طول بکشه تا میوه بده. ولی مقام عظما که یه شب ولی فقیه شدن، مگه ایشون چی دارن؟ ایشون کدوبونه که حالا میکارن 6 ماه دیگه کدو گنده یا مثلا ازش حاصل میشه. همه این حرفا به کنار، با تمام این تفاصیل اوضاع و احوال نظام اگر 0 چیز خوبی باشه یا 0 چیز خوبی باشه خیلی خوبه.